صدای حمله های هماهنگ شده شنبه شب ایران با اینکه در آسمان کشورهای خاورمیانه شنیده شد، اما در دنیا بازتاب داشت و نگرانی و واکنش های زیادی برانگیخت. این اسرائیل a causa dell'intervento da parte dell'Iran. از نماز یکشنبه در واتیکان همراه با رهبر کاتولیکای جهان تا دفتر کار رهبران سیاسی در پایتخت‌های دنیا، به ویژه در کشورهای غربی اروپایی. ایران دیشب در حمله هماهنگ موجی از ده‌ها پهباد و موشک را از فراز منطقه خاورمیانه به سوی اسرائیل پرتاب کرد. این اقدام افزایش بی‌حاصل تنش در منطقه است که ما شدیداً آن را محکوم می‌کنیم. با تلاش هماهنگ بین‌المللی که بریتانیا هم بخشی از آن بود، تقریباً تمامی این موشک‌ها و پهپادها بی‌اثر شدند و در نتیجه جان مردم بسیاری نه تنها در اسرائیل بلکه در کشورهای همسایه نیز در امان ماند. آنچه اکنون به آن نیاز داریم خونسردی و تسلط بر شرایط است. با متحدان خود برای کاهش تنش کار خواهیم کرد. در برلین وزیر خارجه آلمان با حمله تندتر به ایران و حمایت کامل از اسرائیل. رژیم ایران آگاهانه کل خاورمیانه را به لبه پرتگاه کشانده است. ما حمله مستقیم ایران به خاک اسرائیل را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم از حملات بیشتر خودداری کند. یک آتش‌سوزی منطقه‌ای عواقب غیرقابل محاسبه‌ای خواهد داشت. آلمان در همبستگی کامل با اسرائیل می‌ایستد. تقریباً تمام کشورهای اروپایی، رهبران اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر اجتناب از تنش تاکید کردند. رئیس کمیسیون اروپا با محکوم کردن حمله به اسرائیل از ایران و بازیگران منطقه خواست تا از تنش بیشتر جلوگیری کنند. دبیر کل سازمان ملل اقدام ایران را تشدید جدی تنش‌ها توصیف کرد و از وضعیت کنونی ابراز نگرانی. نخست وزیر کانادا حمله ایران به اسرائیل را به شدت محکوم و بر همبستگی کشورش با اسرائیل تاکید کرد. رئیس جمهور فرانسه حمله را به شدیدترین وجه محکوم کرد و گفت ایران از مرز جدیدی در اقدامات بی‌ثبات کننده خود عبور کرده. نخست وزیر اسپانیا گفته تحولات خاورمیانه را با نگرانی دنبال می‌کند و گفته به هر قیمتی باید از تشدید تنش منطقه اجتناب شود. اما در میان کشورهای منطقه واکنش‌ها متفاوت است. ضمن ابراز نگرانی اشاره مستقیمی به طرف‌های درگیر نمی‌شود. ما امروز در شورای وزیران از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خیشتندار باشند و با تنش‌های موجود در منطقه با رعایت اصول و مسئولیت پذیری برخورد کنند. ما بر ضرورت تنش زدایی از سوی همه طرف‌ها تأکید می‌کنیم و همه طرف‌ها را به رفتار مسئولانه و خیشتنداری جهت جلوگیری از افزایش تنش‌ها دعوت می‌کنیم. تنش‌هایی که پیامدهای مهم و خطرناک آن صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد. وزارت خارجه عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه بدون ذکر ایران و اسرائیل با ابراز نگرانی عمیق به طرف‌های درگیر در مورد خیشتنداری و پرهیز از افزایش تنش هشدار دادند. چین که در منطقه نقش میانجیگرانه داشته، خواستار خیشتنداری و اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت برای آتش بس در غزه شده و گفته حمله موشک ایران به اسرائیل سرریز درگیری‌های غزه است. قرار است تا ساعتی دیگر نشست کشورهای گروه 7 به دعوت رئیس جمهور آمریکا تشکیل شود. جو بایدن گفته این نشست برای هماهنگی پاسخهای متحد دیپلماتیک به حمله گستاخانه ایران است. نشستی که قرار است به میزبانی ایتالیا، رئیس دوره این گروه و به صورت ویدیویی برگزار شود و نتیجه آن میتواند بر مسیر تحولات آینده تاثیرگذار باشد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار است به دعوت اسرائیل امشب برگزار شود. شهره جولانی، لندن.